آنچه دیدیم. لوله کشی آب تهران یکی از پروژه های تهران قدیم است که از زمان قاجار به عنوان طرحی مهم فقط روی کاغذ مانده بود و مردم تهران همچنان از آب قنات و جویهای جاری آلوده در خیابانهای شهر برای آشامیدن و رفع نیازهای خود از قبیل شستشو و پخت و پز استفاده می کردند. تا اینکه در روز 30 تیر ماه 1326 نخستین کلنگ کار لوله کشی آب تهران در محله میدان سنگلج که اکنون پارک شهر تهران در آن واقع شده به زمین زده می شود. نصب شعب لوله کشی تهران به منازل و اماکن عمومی از 4 آبان 1334 آغاز شد. اولین ناحیه توزیع آب به داخل منازل بین خیابان‌های فعلی انقلاب از شمال، جمهوری از جنوب و ولیعصر از غرب و همچنین شاپور وحدت اسلامی از سمت شرق بود. این گونه سرگذشت آب آشامیدنی بهداشتی در تهران کلید زده شد. اولین تصفیه‌خانه آب ایران را خارجی‌ها ساختند، اما نگهداری این تجهیزات و بهره‌برداری از آن به عهده ایرانی‌ها قرار گرفت. تصفیه‌خانه جلالیه امروز هم در مدار بهره‌برداری قرار دارد. نزدیک به 70 سال از عمر این تأسیسات می‌گذرد و همچنان وظیفه تصفیه آب بخشی از شهر تهران را عهده‌دار می‌باشد. در سال 1342 تهران حدود 180 کیلومتر مربع وسعت داشت و جمعیت آن به 2 میلیون نفر می رسید. تصفیه‌خانه جلالیه تنها تصفیه‌خانه تهران فقط برای کمتر از نصف این جمعیت می توانست آب شرب تامین کند. یعنی از هر دو تهرانی فقط یک نفر به آب سالم دسترسی داشت و الباقی تهران سالها به همان وضعیت سابق از آب جوی و قنات برای تامین آب استفاده می کردند. ناگزیر به خاطر نیاز فزاینده تهران به آب شرب از سال 1337 ساخت تصفیه‌خانه شماره 2 تهران معروف به کن آغاز شد. ناگزیر پس از 5 سال در سال 1342 تصفیه‌خانه شماره 2 تهران مورد بهره برداری قرار گرفت. امروز بزرگترین تصفیه‌خانه ایران واقع در منطقه غرب تهران و محله شهر زیبا شامل 2 بخش است که در سالهای 1342 و 1349 مورد بهره برداری قرار گرفتند. منبع تأمین آب تصفیه‌خانه شماره 2 رودخانه کرج و سد طالقان است. در سال 1340 مطالعه و ساخت سد لطیان در 32 کیلومتری شمال شرق تهران به منظور مهار آب رودخانه جاجرود آغاز گردید. در طرح توجیهی ساخت این سد، تأمین بخشی از آب تهران و آب کشاورزی دشت ورامین مورد توجه قرار داشت. سد لطیان در سال 1346 به بهره برداری رسید و استفاده از آب آن که به وسیله تونل تلو که به حومه شرقی تهران میرسد آغاز گردید. از همان زمان ساخت 3 تصفیه‌خانه تهران در منطقه حکیمیه تهران پارس مطرح شد. این تصفیه‌خانه در سال 1347 در مدار بهره برداری قرار گرفت. تصفیه‌خانه آب شماره 3 تهران هم این گونه راه اندازی شد. تصفیه‌خانه شماره 4 در سال 1363 شمسی با ظرفیت طراحی 4 متر مکعب در ثانیه در شرق تهران به بهره برداری رسید. این تصفیه‌خانه بزرگ اولین تصفیه‌خانه آب تهران بعد از انقلاب بود. تصفیه‌خانه 5 در شمال شرق شهر تهران قرار دارد و این تصفیه‌خانه در سال 1383 مورد بهره برداری قرار گرفته است.
منبع تأمین آب این تصفیه‌خانه سد لار است که بعد از طی مسافتی به طول تقریبی 40 کیلومتر وارد تونلی به قطر 3600 میلیمتر شده و وارد تصفیه‌خانه می شود. در این تصفیه‌خانه تصفیه آب از نوع فیزیکی و شیمیایی است و عوامل آلاینده از این طریق حذف می شوند. تصفیه‌خانه سوهانک یکی از جدیدترین تصفیه‌خانه‌های آب ایران به شمار می‌رود که در شمال شرقی شهر تهران و در ارتفاع 1700 متری از سطح دریا در انتهای بزرگراه لشکرک واقع شده است. تصفیه‌خانه شماره 6 در بلندترین منطقه تهران قرار دارد. با بهره برداری کامل از این تصفیه‌خانه آب، حدود 30% از میزان پمپاژ ایستگاه‌ها در مناطق مختلف تهران کاهش پیدا می‌کند. با افتتاح این پروژه، کمبود و کاهش آب از بین رفته و همچنین در تأمین برق، صرفه‌جویی بالقوه‌ای خواهد شد. استدلال دارید تصفیه‌خانه جلالیه یا هم تصفیه‌خانه شماره 1 ما یا تصفیه‌خانه کن که تصفیه‌خانه شماره 2 ما معروفه؟ برای اینکه به آب به مناطق بالای تهران برسونه میبایست انرژی زیادی رو در واقع مصرف میکرد و برق زیادی رو مصرف کنه و که در واقع ما در بعضی جاها تا 800 متر مجبوریم آب رو پمپاژ کنیم که به مناطق بالا شهر تهران و شمال شرق شهر تهران برسونه. شاید بزرگترین مزیت تصفیه‌خانه ششم اینه که در بالاترین رقوم شمال شرق تهران، شمال غرب تهران اجرا شده و با مدار اومدن تصفیه‌خانه ششم بسیاری از پمپاژهای ما حذف میشه و ما آبی رو که از این تصفیه‌خانه کن و جلالی به مناطق بالای تهران قبلا پمپاژ میکردیم، این آب به مناطق جنوب تهران به صورت ثقلی منتقل خواهد شد. به نظر من بزرگترین کارکرد تصفیه‌خانه ششم تأمین آب شرب پایدار مناطق شمال غرب تهران و حذف مقدار زیادی صرف انرژیه. شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای استفاده آب شرب در نواحی جنوب و جنوب شرقی تهران نسبت به انتقال آب از سد مملو و احداث تصفیه‌خانه آب هفتم تهران اقدام کرد که منجر به ساخت یکی از بروزترین و مجهزترین تأسیسات تصفیه آب در کشور شد. البته ساخت تصفیه‌خانه آب هفتم تهران گامی در جهت تحقق عدالت آبی در شهر تهران هم بود. حالا امروز شهر تهران دارای 6 منطقه آب و فاضلاب شهری است و هر منطقه از منابع آب‌های سطحی شامل جاج رود، رود لار، حبل رود، رود سلقان و گلاب دره و چاه‌های زیرزمینی برای تأمین آب شرب خود استفاده می‌کند. تهران دارای 7 تصفیه‌خانه شامل تصفیه‌خانه جلالیه، کن، سوهانک و 2 تصفیه‌خانه در تهران پارس است که آب آن از سد امیرکبیر، لار، لطیان، مملو و طالقان تأمین می‌شود. این سرگذشت تأمین و تصفیه آب آشامیدنی کلان شهر تهران و پایتخت ایران تا به امروز است. جمعیت امروز تهران حدود 9,300,000 نفر برآورد می شود و این در حالی است که بدون در نظر گرفتن جمعیت شهرستان‌های واقع در شمال، شرق، جنوب و غرب تهران در فاصله کمتر از 60 کیلومتر از تهران جمعیتی حدود 4,200,000 نفر شامل می شود. توجه شود که رشد جمعیت در غرب تهران 4 برابر رشد جمعیت در شهر تهران است. رشد جمعیت در حومه جنوب تهران 3% و در حومه جنوب شرق تهران 2% و در خود تهران 1% در سال برآورد می شود. با افزایش جمعیت به طور طبیعی میزان سرانه آب کاهش می یابد، در حالی که منابع تجدید شونده ما ثابت بوده و ممکن است در نهایت با انجام طرح‌های نمک زدایی آب دریا 1 تا 2 میلیارد به منابع آبی کشور اضافه شود.
اگر کشوری در شرایط اقلیمی ایران حد اکثر 40% از منابع آب را استفاده کند، در وضعیت عادی است و استفاده بیش از آن ما را وارد مرحله تنش آبی می کند. به طور طبیعی 60% باقی مانده منابع آب تجدیدپذیر سهم محیط زیست و اکوسیستم هاست و باید در اختیار طبیعت برای تغذیه سفره‌های زیرزمینی، حیات تالاب‌ها و رودخانه‌ها قرار گیرد. در شرایط کنونی ما به جای 40% حدود 83% از منابع آب تجدیدپذیر را مصرف می‌کنیم. در واقع حجم بسیار عظیمی از آب در کشور و در شهر تهران در حال مصرف است. با توجه به حجم عظیم مصرف و نیاز به فراهم آوردن شبانه روزی آب شرب برای کلان شهر تهران، نیاز به مدیریت صحیح در توزیع آب بیش از پیش احساس می‌گردد. بر این اساس جهت مدیریت در توزیع آب شهری، لزوم جمع‌آوری اطلاعات، پردازش آن و در نهایت ارسال دستورات باید مد نظر قرار بگیرد. از 5,400,000 مشترک حدود 90% مشترک خانگی است. 10% دیگر مشترکان غیر خانگی شامل تجاری ها، مدارس، دانشگاه و نیروهای مسلح می شود. برای این مشترکان در مجموع 9000 کیلومتر لوله کشی آب انجام شده است. تصفیه خانه های عظیم و بزرگی در این شهر به پا شده که تصفیه خانه ششم امروز و تصفیه خانه هفتم هم در سالهای اخیر به کمک تأمین تصفیه آب آشامیدنی در شهر تهران آمدند که باید مدیریت شوند. از طرفی اجرای شبکه فاضلاب تهران از سنوات قبل شروع شد. چندین شرکت مهندسی مشاور در طراحی آن دست داشتند. با توجه به اینکه مناطق شهرداری تهران در طی سالهای اخیر گسترش پیدا کرده، چیزی در حدود 70,000 هکتار مجموع وسعت مناطقی است که تحت پوشش شرکت فاضلاب تهران است. در مجموع قریب به 9,000 کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب در تهران احداث خواهد شد که این حجم از لوله گذاری و احداث تونل از قطرهای پایین 250 میلیمتری شروع شده و تا قطرهای بزرگ 1000 میلیمتری را در بر می‌گیرد. از این میزان حدود 192 کیلومتر خط اصلی انتقال و تونل وجود دارد که این مجموعه هم نیاز به مدیریت دارد. اما مدیریت این مجموعه های عظیم چگونه انجام می شود؟ باید گفت که رابطه آب با جامعه ایرانی مسئله تازه و جدیدی نیست. کم آبی با روح انسان ایرانی در پیوند است. 85% طبیعت ایران دارای اقلیمی خشک و فراخشک بوده و بیش از 70% مناطق ایران بارش سالانه کمتر از 200 میلیمتر دارند. این یعنی ایران با یک هیدرولوژی سخت ناشی از توزیع نامتناسب زمانی و مکانی بارندگی روبرو بوده است. از این رو کم آبی از مؤلفه‌های ذاتی طبیعت خشن ایران بوده است. به دیگر سخن، شاید ایرانیان را از سخت کوش‌ترین انسان‌ها در ساختن تمدن در عرصه زمین می‌دانند. حفر کیلومترها تونل زیرزمینی، چاه، آبانبارها و یخچال‌های متعدد نشان از سرمایه‌گذاری متعدد ایرانیان برای پیریزی تمدن در این عرصه جغرافیایی دارد. شکل زیر وضعیت پراکندگی بارش در سطح کشور را نشان می‌دهد. امروز هم فناوری به کمک ایرانیان آمده است تا آنها را در فرایند مدیریت آبرسانی کمک کند. امروز فناوری تلمتری و کنترل از راه دور اسکادا به عنوان ابزاری پرقدرت جهت جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات در سراسر دنیا شناخته می‌شود. این شاخه از مهندسی به عنوان ابزاری بسیار مهم در جهت مدیریت منابع و سنجش از راه دور مطرح می‌گردد.
از این سیستم پردازش اطلاعات در زمینه‌های مختلف استفاده می‌گردد که یکی از کاربردهای این سامانه در مجموعه تامین و تصفیه آب است. هدف استفاده از این سیستم در ساختار تامین تصفیه جمع‌آوری، ذخیره و پردازش اطلاعات برای پیشبرد اهداف مدیریت، مانیتورینگ، کنترل از راه دور و بهره برداری با یک سیستم مرکزی و آماده سازی اطلاعات بهره برداری در شرایط طبیعی و یا وجود خطا جهت کاهش تعداد دفعات بازدید از نقاط بهره برداری و به حداقل رسانی زمان و تجهیزات لازم برای رفع خطا است. مزیت‌های این سیستم افزایش دقت و کیفیت در بهره برداری، دریافت سریع گزارش‌ها به صورت لحظه‌ای و جلوگیری از بروز هر گونه خطای عملکردی اپراتور است. تلمتری در واقع یه جوری هماهنگ کننده و کنترل کننده در واقع تأمین و توزیع در واقع آب داره تو سطح حالا شهر تهران. تأمین از این جهت که در واقع هماهنگی با سطح‌ها و در واقع ایستگاه‌های پمپاژ و چاه‌ها در واقع خاموش روشن کردن چاه را داره. تو توزیع هم در واقع کنترل خروجی مخازن که برای شبکه توزیع در واقع ارسال میشه. استفاده از دستگاه‌های تلمتری نقش بسیار بسزایی در بهبود عملکرد شرکت‌های آب و فاضلاب داشته است. با استفاده از دستگاه‌های تلمتری شرکت‌های آب و فاضلاب می‌توانند پارامترهایی نظیر کیفیت آب، میزان آب‌های جاری در سطح زمین، میزان آب‌های عبوری از لوله‌ها، تشخیص نشتی و میزان نشتی در شبکه‌های توزیع را مانیتور کنند. همچنین از دستگاه‌های تلمتری برای حفاظت از تجهیزات مانند ترانس، پمپ و تلمتری ایستگاه پمپاژ استفاده می‌شود. همچنین سیستم‌های کنترل تلمتری امکان خاموش و روشن کردن کنترل تجهیزات از راه دور را نیز برای مدیریت آب و فاضلاب فراهم کرده است. آب آشامیدنی شهر تهران امروز از یک سیستم یک پارچه مدیریت برخوردار است تا هیچ بخشی از کلان شهر تهران بدون آب نماند. اما نبض آب تهران در دست مردم این شهر قرار دارد. با توجه به افزایش دمای هر سالی جهان میتوان گفت میزان بارش ها کاهش پیدا میکند. با مصرف بیشتر از سفره های آب زیرزمینی و کمبود بارش ها تهران تا خشکسالی فاصله زیادی ندارد. اما اگر هر فرد بر میزان آب مصرفی خودش صرفه‌جویی داشته باشد، کمکی به این بحران کرده است. ما در فرهنگ گذشتگانمون که مرور میکنیم یک توجه ویژه‌ای به موضوع آب، حفظ آب، رعایت آب و برخورد با آب دارن. اگر نان رو میبوسیدند، کنار میذاشتند و بهش احترام میکردند، هر جا هم میدیدند آب داره اتلاف میشه، اسراف میشه، برخورد میکردند، مراقبت میکردند. ما متاسفانه در دهه های گذشته، حالا بخشیش به جهت مشغله های مردم شریف، بخشیش به خاطر مشکلات پیش رو و بخشیش هم به خاطر اینکه ما این مایه حیاتی رو به راحتی به دست میاریم، کم توجهی بهش کرد. شما ببینید کدام کالا رو میتوانید با این ارزش با آب مقایسه بکنید. در سال 93 ایران جزو 24 کشور قرار گرفت که با کمبود آب مواجه بودند. امسال هم وضعیت ذخیره آب پشت سدها چندان مطلوب نیست. بنابراین ضرورت دارد بیش از پیش در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم. اگر شهروندان تهرانی تنها 10% از مصرف روزانه خود را کاهش دهند، نسبت به میزان فعلی مصرف بالغ بر 700 میلیون متر مکعب از مصرف روزانه آب شرب در پایتخت کاسته می شود که عدد بسیار بزرگی است. مدیریت مصرف آب را باید جدی گرفت.